دبیر کل سازمان ملل از روند افزایشی اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک گزارش رسمی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از روند افزایشی اعدام‌ها در این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی تا کنون ابراز نگرانی و اعلام کرد طیف وسیعی از اعدام‌ها برخلاف استانداردهای دادرسی عادلانه و غیر شفاف بوده است. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش با استناد به گزارش سازمان‌های غیردولتی نوشته که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به دست کم 310 مورد اعدام از جمله اعدام 14 زن رسیده است. گوترش در این زمینه اضافه کرده که بیش از 40% اعدام‌ها در ایران با مواد مخدر مرتبط هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی تنها 55 مورد از اعدام‌ها را در سال 2021 اعلام کردند. در این برنامه دیدگاه همراه با حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از اتریش، گزارش رسمی دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کنیم. آقای نائب هاشم، سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش اومدید به دیدگاه. ابتدا لطفاً در مورد این گزارش به ما بگین و اینکه در اون به طور کلی به چه مواردی اشاره شده. خب من سلام و درود میفرستم به شنوندگان برنامه شما. ممنون که منو دعوت کردید برای این برنامه‌تون. این گزارش خب طبق معمول گزارش جامعیه، یعنی اینکه خب در گزارش‌هایی که آقای گوترش میدن تمام مسائل حقوق بشری ایران رو مطرح میکنن. البته خب همواره روی تاکیداتشون روی بعضی از مسائل هست. مسئله که همیشه مهم هست مسئله حق زندگیه، که حق زندگی رو در این گزارش در واقع تفکیک کردن به 4 مورد که محرومیت از زندگی رو داره. مسئله اعدام های پرشماره که در همه گزارش ها بهش اشاره شده و موضوع استفاده از زور هست در ارتباط با مثلا تظاهرات مسالمت آمیز که خب در سالهای اخیر ما شاهد بودیم، از دی ماه 96 به بعد به کرات استفاده کردن از این موقعیت خودشون رو، افراد رو در واقع در معرض خطر جانی قرار دادن. مسئله کولبرها و سوختبرها رو مطرح کردن، استفاده از زور برای مقابله با اقداماتی که محرومترین مردم کشور ما انجام میدن و همچنین مسئله مرگ در زندان رو. مرگ در زندان ها خیلی گسترش پیدا کرده نسبت به سابق و این موارد مختلف رو در واقع تفکیک کردن. این به اضافه اینکه خب تاکیداتی داشتن در رابطه با دیگر مسائلی که از اولا رو قوانین، خب طبعا تاکید داشتن قوانینی که سال گذشته مطرح بوده، مسئله نوع برنامه در ارتباط با واکسیناسیون کووید 19 رو مطرح کردن و خب مجموعه مسائلی که مربوط به جامعه مدنی هست، یعنی فشار بر روی وکلا، وکلای زندانی، روی مدافعان حقوق بشر، روی فعالان زنی که هستن، روی دو تابعیتی ها و روی مسئله در واقع به طور مشخص کسانی که در واقع قربانی نقض حقوق کارگری هستن، یعنی اینکه کسانی که در واقع زندانی هستن، کارگران زندانی، معلمان زندانی که روی اونها تاکید داشتن. خب این گزارش بر اساس چه مستنداتی آماده شده و به گزارشات چه نهادهایی درش استناد شده؟ خب این گزارش 17 صفحه است، همیشه محدودیت دارن در دادن گزارش، ولی 113 ارجاع در این صورت گرفته که منابع مختلفی که هستش. در ابتدای گزارش خود آقای گوترش دفتر او ذکر کرده که منبع او افراد قربانی و شاهد نقض حقوق بشر هستند، سازمان‌های غیر دولتی بودن، خود دولت جمهوری اسلامی بوده و سازمان‌های بین المللی بودن. اگه به لیست این 113 مرجع نگاه بکنیم کاملا روشنه که علاوه بر اینا مسئله رسانه‌های مختلف هم هستن که جزء منابع گزارش هستن. البته خب ممکن 113 تا بعضیش تکراری باشه، ولی کلا یک گزارش کوتاه می‌بینیم که چقدر ارجاعات عدیده داره و از تمام طیف‌هایی که میتونن راجع به وضعیت حقوق بشر مطلع باشن سعی شده که استفاده بشه در تهیه این گزارش. خب این گزارش چه تفاوتی با گزارش‌های پیشین ایشون یعنی آقای گوترش داره؟
ساختار گزارش نسبت به سابق یه مقدار فرق داره، یعنی نسبت به گزارش سال گذشته میتونیم مقایسه بکنیم. مسئله حق زندگی رو که در رابطه باهاش صحبت کردیم، خب قبلا به این تفکیک وجود نداشت و این موارد عدیده که منجر به این میشه که حق زندگی از کسی سلب بشه رو به این صورت تفکیک نکرده بود. در این گزارش به موضوع قسامه اشاره شده که در جنبه به خاطر قسامه فردی رو اعدام کردن، از بین بردن، و یعنی مورد جدیدی که تو گزارش‌های قبلی نبود. همونجوری که اشاره کردم به چند مورد قانون مشخص در واقع ارجاع شده یا بررسی شده، چند قانونی که در سال گذشته بوده، مثل قانون جوانی جمعیت که بوده، تلاشایی که در جهت تدوین قانونی در مورد خشونت علیه زنان هست، راجع به اون در واقع در این گزارش صحبت شده، به اضافه مسئله مربوط به این صیانت از اینترنت که جزء قوانینی بوده که بسیار جنجالی بوده و هنوزم ادامه داره. مسائل مربوط به اون در این گزارش تاکید شده، به اضافه اینکه خب تغییرات کوچکی که می‌بینیم که سال به سال وجود داره و به روز میشه اطلاعات مختلفی که هست، و بنابراین از این نظر خب فرق داره قطعا با گزارش سال‌های پیش و سال پیش. توی بخشی از این گزارش به شکنجه و اقدامات خودسرانه علیه بازداشت شدگان هم اشاره و تاکید شده. در مورد مستندات این بخش ما بگین و اینکه آیا در موارد مشابه پاسخ روشنی از طرف جمهوری اسلامی رو ما داشتیم؟ خب میدونید موضوع شکنجه در جهان اینطور هستش که هیچ دولتی نمیخواهد قبول بکند که شکنجه انجام میده، هرچند که خب میزان شکنجه در جهان فوق‌العاده وسیع است و بسیار از کشورها اقدام به این عمل میکنند. در جمهوری اسلامی علاوه شکنجه‌ای که در زندان داریم و در واقع بعد به دستگیری همیشه هست، همیشه با ضرب و شتم همراه هستش. دستگیری‌ها همیشه در واقع قریب به اتفاق معمولا اینطوری هست. در خود زندان خب شکنجه روانی سلول انفرادی رو در مورد همه داریم، به اضافه شکنجه‌های مختلف جسمی رو که بر به خصوص در مورد افرادی که شناخته شده نیستن اعمال میشه. علاوه بر اون اساسا در جمهوری اسلامی احکامی وجود داره که همراه با شکنجه هست، یعنی تنبیه بدنی. حالا جدا از اینکه خود اعدام بزرگترین تنبیه بدنی حساب میشه، میبینیم که خب قوانینی وجود داره که زجر کشی رو در واقع مجاز میدونه، مثل به صلیب آویختن و مسئله در واقع سنگسار کردن که در قانون مجازات اسلامی هنوز وجود داره. یعنی با اینکه این قانون نسبتا جدید 10 سال هنوز از عمرش نمیگذره، در این قانون کماکان وجود داره. به اضافه اینکه خب مسئله نقص عضو که خب این اواخر بیشتر راجع به صحبت شده رو ما شاهد هستیم، و اینکه دست زندانی رو به خاطر سرقت قطع بکنن و همچنین مسائل دیگه وجود داره در قانون، به اضافه مسئله در واقع تنبیه بدنی به صورت شلاق زدن که به کرات وجود داره در قانون. به هر حال طبیعیه که اینها رو همه مصداق شکنجه تلقی میکنه سازمان ملل و از جمله آقای گوترش. در مورد اینکه چه عکس العملی نشون داده جمهوری اسلامی نشون میداد، اولا که خب این گزارش میدونید قبل از اینکه منتشر بشه، و خب میگم شاید یکی از دلایلی که مدت دیرتر از معمولا منتشر شد برای اینکه در وقت مقرر قرار بود اوایل این هفته منتشر بشه و عملا رسید به اواخر این هفته، و حتی بعد از زمانی که قرار بود که خانم باشله در شورای حقوق بشر این گزارش ارائه بکنه، این هستش خب این گزارش به جمهوری اسلامی یا در هر مورد و در این مورد در مورد جمهوری اسلامی به این کشور ارائه میشه تا اگر ملاحظاتی داره بر اون بیفزاید یا طرح بکند. خب به نظر میرسه در بخشی از گزارش خب ملاحظات یا اطلاعاتی که اونها هم دادن قید شده و در واقع در گزارش اومده، کما اینکه در خود گزارش هم گفتم یکی از منابع خود دولت تلقی شده، ولی کن قطعا تاثیرپذیر هستن. ولی روال معمولش این هستش که بعدن اعلام میکنن که این گزارش یک جانبه است و توازن لازم رو نداره، در حالی که خب با اراضی که کردم کاملا متوازنه. علاوه بر اون خب گزارشگران ویژه مختلف مکاتباتی دارن با علاوه بر این گزارش های سالانه مکاتباتی دارن با جمهوری اسلامی که خب واکنش معینی رو نشون میده. البته معمولا پاسخ ها کلیشه‌ای هستن و تایید اون چیزی که وزارت که قوه قضاییه اعلام میکنه، ولی کن پاسخ‌هایی میده. بعد بخش همکاری ها با سازمان ملل، هرچند که خب مثلا گزارشگر ویژه ایران رو دعوت نمیکنن و مانع از حضورش در ایران میشوند، در بعضی از موارد که بررسی در خارج کشور صورت میگیره، مثل بررسی های مربوط به معاهده ها، سعی میکنن که همکاری بیشتری نشون بدن در توصیه هایی که هست. به اضافه این که خب مثلا اخیراً از یک گزارشگر ویژه موضوعی دعوت کردن که خب برای اینکه به ایران سفر بکنه، به ویژگی ایران رو عملاً به خاطر نقض حقوق بشر محکوم بکنه، کشورهای دیگر رو به خاطر تحریم ها محکوم بکنه.
با توجه به رفتارهای این سالها از طرف مسئولان جمهوری اسلامی شاهد بودیم و اینکه الزامات دینی و اصول قانون اساسی رو هم بهونه میکنن، معمولا آیا انتشار چنین گزارشی میتونه عملا به بهبود وضعیت حقوق بشر تو ایران کمک کنه و اینکه سازمان ملل و کشورهای عضو شورای حقوق بشر چه ابزاری اساسا برای فشار بر اونها در اختیار دارن؟ بله، به هر حال قطعنامه‌ای که شورای حقوق بشر بده و مجمع عمومی بده قطعا تاثیرگذار هست در مورد الزامات دینی، الزامی که اساسا خب از نظر شورای حقوق بشر، از نظر سازمان ملل وجود نداره، برای اینکه خب خیلی از کشورها اسلامی هستند که خب خودشون تنظیم میکنن با مصوبات حقوق بشری سازمان ملل و الزامات قطعی عملا وجود نداره و خب در خود دین هم به هر حال مسائلی هستش که باید فرزند زمان بود و با زمان خودشون رو تطبیق میدن. در مورد قانون اساسی هم، قانون اساسی بسیاری از کشورها با توجه به تعهدات بین المللی از تغییر کرده. جمهوری اسلامی ایران از 33 سال پیش قانون اساسیش تغییر نکرده، جزء شاید 5% 10% کشورهایی هستش که این مدت زمان قانون اساسیش تغییر نکرده. عمده کشورهای جهان تو این مدت قانون اساسیشون رو تطبیق دادن با که شرایط تازه و همچنین تعهدات بین المللیشون، و خب به هر حال نمیتونه بر روی این تاکید داشته باشه چه الزامات دینی چه آن چیزی که در قانون اساسی هست و باید تطبیق بده با شرایط موجود. و انتظار بسیاری از کشورها هست چنین اتفاقات بیفته. میدونید که روند بررسی ادواری جهانی هر 5 سال یک بار تقریبا صورت میگیره و نوبت ایران دوباره 2 سال آینده است و مجموعه تعهداتی که تا حالا داده اجرا نکرده، خب طبیعیه که باید در این راستا اقدام بکنه. مهمترین ابزاری که وجود داره خب توصیه هایی که هستش که چه کمیته های معاهده های مختلف انجام میدن، چه توصیه هایی هستش که گزارشگر ویژه ایران و همچنین گزارشگرهای ویژه موضوعی دیگه میدن، به اضافه توصیه هایی که کمیسر عالی حقوق بشر میده و آقای گوترش میده و به اضافه بررسی ادواری جهانی که خدمتتون عرض کردم. بسیار سپاسگزارم از شما، حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از اتریش. من رضا اکبانیان، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از شما تشکر می کنم.